د سپیشلی خدای په نامه د اټلو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ټولو ته د کوچنی نیکمرغه او بختور اختر مبارکي وایم، په دې لچې روغ او رمټ اوسئ. مسافرینو ته دی هم سلام وي، میلمنو ته دی هم سلام وي، او ټولو ګران وطنوالو ته مونږ خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوو. په دې لچې د اختر دوه درې ورځې مو په خیر او خوشحالۍ سره تیرې کړې وي، او بیا خپلو ټلویزیونو مخې ته ناست اوسئ او خپل د خوښې وړ خپرونه زیر چتری تر پایه پورې زموږ سره تعقیب کړئ. زه مجیب عارض او زما ګران همکاره غزال عنایت ستاسو په خدمت کې یو. ماشاءالله غزال جانه، ګورئ چې څومره ښکلی شوی هم ده، او ورځ په ورځ ډېر ښه هنرنمایي هم کوي. غزال جان، ما خو میگم آواز خوانی دبان بیخی بیا نتاق شد. مانن مجیب جان تشکر از توصیه تان، سلامت باشین. ما هم بنابی خود یک بار دیگر باز هم عید سعید فطر را به تمام هموطنهای عزیزم تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که از گشت زدنهای روزهای عید خسته نشده باشین و صحت و سلامت باشین، روزهای عید به خوشی سپری شود. بدون شک غزال جان عنایت هم یک هنرمند و آوازخوان خوب هستند و ماشاءالله استعداد دیگه از نو هم بر ما ثابت شد که چه خوب گویندگی میکنند و میتونن یک گرداننده بسیار خوب برنامه تلویزیونی باشه. لطف شماست مجیب جان. ما برشون آفر میتیم اگر اینا قبول کنند. انشاءالله ما سرش چرت خواهد زدم، چرتای خدا میزنم. و سپاس از حمایت کنندگان مالی برنامه زیر چتر عید از اچ بی و انرژی اتک که شما همی لحظه میبینین روی میز ما هم ماندگی است و از مهمان ها با انرژی اتک میزبانی میکنیم. انرژی اتک نسل جدیدی از نسل انرژیزا است و باید براتون بگویم که در مدت بسیار کوتاه 79 کالری انرژی را وارد بدن شما میکنم که این مستقیم روی ذهن و جسم شما تاثیر داره. کاملا طبیعی است و هیچ نوع عوارض جانبی نداره. بسیار خوب مجیب جان. در قسمت اول برنامه یک مهمان بسیار نازنین جوان و مستعد داریم، البته یک دختر خانم است که بعد از یک وقفه طولانی دوباره آهنگ جدیدشان پخش شده. دعوتشان میکنیم، راحیل جان یوسف زای. Thank you.
واه واه ما شاء الله بسیار عالی سر زیبا بسیار خوش آمدین خوش آمدین تشکر صفا آوردین بفرمایید رایل میرا 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 باز یک دفعه که آمد اینی رقم میاد که تو با آهنگ مقبول با اجرای بسیار مقبول واقعا اجرای بسیار زیبا داشتین سلامت باشین اولتر از همه شما را خوش آمدید میگیم و عید سعید فطرتان مبارک باشه سلامت باشین تشکر سلام به شما عید شما تبریک روزه و نمازتان قبول تشکر و سلام خدا خدمت شما بنده های عزیز تقدیم میکنم خدا کنه که عید خوب و خوش را آغاز کرده باشین خوشحال هستم که با شما هستم در این برنامه سپاس همچنان خب باز هم نوبت ما میگیرم مسعود جان موجیب جان ببخشین بسیار زیاد خواهش راحت میشه در مورد شعر و کمپوز می آهنگ را که شما اجرا کردین کمی بر ما معلومات بدین درباره آهنگ کمپوزش از زهیر جان اختر است و شاعر آهنگ امیده پکتیانه کلپ هم شده کلپش اسماعیل جان سنگین ثبت کرده و ارنج موسیقیش امام جان علی و تشکر میکنم که زحمت کشیدن زیادی واقعا زیبا بود بسیار شعرش منم واقعا بسیار خوشم آمد عرفای بسیار خوب بوده ای شعر ما تا بدمینی کسی نکوی زگوره تر اوسا ورکه ایما واقعا هم که با اطفال با کودکا قصه عشق و دوستی باید اصلا گفته نشه مگم فکرتون باشه که رایل جان خورد نیست ماشاءالله کلان دختر است خب رایل جان عزیز چی دلیل بود که شما مدت زیاد دور بودین یک وقفه بسیار طولانی را گرفتین تا اینکه دوباره باز آمدین دلیلش چی بود دلیلش حالا امی درس های موسیقی و ما زیادتر نمی باشم کابل زیادتر این می باشم و بخاطر درس های موسیقی و درس های پانتون بگویم مصروف هستم تحصیل می کنم در رشته موسیقی به او خاطر کمک دور ماندم و خواستم یک آهنگایم خوبتر و بهتر شوه یعنی که ما منتظر باشیم یک روز ازیام کده شما مقبول و زیباتر میگونین از یوم که آهنگای خوبتر و بهتر جمع میکنه نه؟ انشالله کوشش خود ما میکنیم چی پیام و یا گفتنی داری به هوادارایت به کسایی که دوستدار هنر و آوازت هستن؟ اول تشکری میکنم ازشان که همیشه ما را حمایت کردن تشویق کردن و همیشه ما تو تشویق کنن که ما قوت قلب بگیریم و زیادتر کار کنیم برشان خوبتر کار کنیم دعا کنن برتون دعا کنن خب خودت هم یک دختر خانم هستی من هست یک دختر خانم چی مشکلات و یا چی چالش های رو برای کار خودت بود وقتی که رو به هنر آوردی بلا اول خب راستی که اول خب مجیب اول خود راستی با غزل جانم شاید معلوم باشه که زیادتر مشکل می باشه که شروع میکنیم زیادتر به مشکلات رو بر می باشیم مثلا اولین مشکل ما امنیت از افغانستان که امنیت نداریم امنیت نیست که خوبتر کار کنیم و زیادتر برشان کار کنیم دیگه دلتان جان باشه رایل جان شما متو آهنگای مقبول مقبول خوانده برین امنیت تان ما میگیرم دکتر خانم که میگه موجب جان براتون وعده داده که امنیت تان اینا امنیت تان سر ما سلامت باشین وقت فرصت کم داریم خوش شدیم از اینکه پس از مدت ها دوباره رایل جان یوسف زای با اجرا و آهنگ جدید دیدیم و ان شاء الله که در برنامه های بعدی و منتظر کارا و آهنگای بعدی شون هم هستیم و برشون آرزو به فقط بیشتر میکنیم سلامت باشین تشکر از اینکه مرا دعوت کردین خوشحال شدم که شما رو دیدم از نزدیک عید خوب داشته باشین سلامت, سلامت باشین. شما هم چه خب دیگه قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم در ادامه برنامه با ما باشید شما بیننده زیر چتر عید به صورت زنده از طلوع هستین ما و غزال جان با شما هستیم و حال هم مهمان بسیار خوب با خود داریم که یکی از همکاران و دوستان بسیار خوب ما هستند و از نخستین مجریان برنامه های تفریحی و موسیقی تلویزیون طلوع است. خوش آمدین مسعود جان عزیز. مسعود احمدی. عید تانو تبریک میگم. تشکر مسعود جان عزیز که برنامه ما را خواستی. عیدت مبارک و عید به تمام هموطنان عزیزم. مبارک باد میگم سلامت باشین ایتنگیز قطلوغ بلسین با زبان خودت دیگه مسعود جان تشکر سیزی کم قطلوغ بلسین خب مسعود جان عزیز خودت هم میفهم امروی موجب جان هم کار بودین قصه تان میای امروی مام کم قصه کردین بخاطر که من خدای قسم تنو احساس کرده باور کنین که ما همکاران طلوع
بمثل یک خانواده همیشه ما زندگی کردیم و تمام کسانی که اگر امروز در کنار ما هستند یا نیستند ما بمثل اعضای فامیل اونا را دوست داریم و باز مسعود جان احمدی را بسیار زیاد همه ما دوست داریم. یکی از همکاران بسیار خوب ما بود در زمان برنامه هاپ پیش می بردن که برنامه موسیقی بود و آهنگایتان را بسیار نشر کردیم. تشکر، سلامت باشین. یادم است همه قبل مانده بودی که ما مشهورتان ساخته یاد خاطرات سابق تازه شد. در وقتهای همکار بودیم که وقتها گرچه بعضی ها نخوب یادشان می در وقتهایی بود که صمیمیت با مراتب زیادتر بود، یک دوستی بود. این که هنوز ما همکارا با تماس هستیم و همون صمیمیت ما دوستی ما است. او با خاطرهای شیرین با روزهای دشوار خوب با زحمت ها تا اینجا آمدیم. حالا اگر در کنار ما نیستن، در برنامه ما نیستن، اما در قلب ما همیشه همکاران ما جای دارن و همه تو در دل مردم. واقعا تشکر. خب مسعود جان عزیز، ما خبر داریم که شما فعلا در رشته تجارت مصروف هستین و کم و بیش از این هم آگاهی دارم که هر کسی که در تلویزیون طلوع کار کرده تا یک زمان و بیرون شده باز به تجارت روی آوردن. چی فکر میکنین؟ خب. چی دلیل باشه که هر کس از طلوع میبره بعد تجارت پیشه میشه یا رئیس میشه یا به پست بسیار بلند میرسن؟ خب تلویزیون طلوع تنها یک جای نبود که ما اونجا کار کردیم، یک مثل یک مکتب بود برای بسیاری. بعضی کسها اینجا از بسیار پوزیشن‌های پایین شروع کردن و امروز نام خدا می‌بینم هر کدامشان رئیس یک بخش هستن یا که در اینجا کار میکنن خوب خدا رساندن و یا ای که اگر فعلا در طلوع نیستن در بیرون در زندگی خود بسیار زحمت کشیدن و کوشش کردن تا یک جای برسن. از ما بعض کارهای شخصی است، تجارت کوچک است، کسی مصروف هستم. انشالله که موفق باشین و به خوبی و به خوشی پیش برن انشالله. بعضی از همکارای ما زمانی که مثلا مسعود جان دیدن یا دوستا و همکارای دیگه ما که رفتن یا داخل یا بیرون از کشور هستن دیدن ده. که وضع زندگیشون بهتر شده، کم از که بیاین بگوین که امی ما رو بکشین که بریم خود ما صاحب یک کاروبار شیم. خب مسعود جان عزیز، تفاوت برنامه سازی زمانهای اوایل طلوع اگر مقایسه بکنین با حالش چی است؟ تا جایی که میبینم حالا بسیار پروفشنال شده، بسیار پیشرفت و زیاد است. نه تنها از نگاه تکنیکی پیشرفت ها رو میبینیم. مثلا اون وقت مجیب جان اگه یاد باشه تو یک استیج نداشتیم، تو یک بسیاری وقتا پرده آبی بود که پیش استاد میشدیم. راست میگن، راست میگن. دیگه فعلا تغییرات بسیار زیاد است. دوران مشکلات شما به اصطلاح سپری کردین. وقتها را ما سپری کردیم که یک شخص هم پرودوسر بود، دایرکتور بود، پرزنتر هم بود، در مسائل تکنیکی کامرا و اینا کار میکرد. زحمت‌های زیادتر ما کشیدیم در وقتش. حال سهولت شده. بعضی کسایی که پرزنتر هستن فعلا فقط کارشون نمیز کنه. حال مجیب جان خودتون راحت شده باشی. قرار میای میشینی و کار رو نام خدا بچه ها زیاد است کار میکنه. یکی بر ما پکم میزنه، یکی بر ما چای میاره، یکی میکپ میکنه. کجا ما خود ندیم. یعنی که میگین مجیب جان میکپ کرده، شما میکپ کردین؟ نه ما حالا طبیعی هست. طبیعی هم تو مقبول هستین. ما هم تو مقبول هستم. و راستی هم که البته در اون زمان مسعود جان اگر یادتون باشه امو امکانات که ما داشتیم، امو برنامه‌ای که ما می‌ساختیم در اون زمانش نو بود و امو زمان بهترین بود. برنامه ما پربیننده بود، برنامه هاپ که شما داشتین، برنامه دیگر داشتن به نام موج‌ها، برنامه مود فیشن بود، برنامه جوانان. برنامه هاپ گفتی، برنامه هاپ تنها برنامه موسیقی نبود، برنامه بود که در اونجا امو وحدت ملی و شکل واقعیش در اون برنامه پرزنت میشد. بله. که چهار نفر اگر بودیم، یکی ما ازبک، یکی ما تاجیک، یکی ما پشتون، یکی ما هزاره، و شوخی هایی که داشتیم، مذاق هایی که میکردیم. اما وقت امو صمیمیتی که در اون زمان بود نشان میداد. در اون وقتا همه که ما دور از سیاست بودیم، هیچ کدام ما سیاست گپ نمیدیم، هیچ کدام ما نمیگفتیم که تو از کجاستی، من از کجاستم. امو صمیمیت که در برنامه ما بود و امو را ما در بیرون هم میدیدیم. اگر اشتباه نکنم مسعود جان احمدی اولین گوینده برنامه تفریحی ازبک است در افغانستان و وام باز تو فیشنی مدرن که همیشه یک نمونه خوب بود برای همگی. چیزی که مسعود احمدی در برنامه خود میپوشید اونمو مود میشه، صبا فیشن بود. امیریش دراز اگه شما در کابل متوجه شده باشین در افغانستان
اولین که از گیریش ماند مسعود احمدی بود. عالی است. آیا مسعود جان آلیم شما را میشناسن مردم وقتی که میرین در بین مردم؟ میشناسن آه کسایی که کس سنشون از عبده بالاستن میشناسن. نوجوانا نمیشناسن. شاید هم بعضی هاشون بشناسن. جالب است بسیاری وقتا بازار کوچه بازار با بعض کسا روبرو میشیم. منوز هم میشناسن با وجود که ریش سفید هم شدیم. ریش هم هستن و باز هم از دور میفهمن که مسعود خوب طبعا وقتایی که برنامه که ما داشتیم برنامه تفریحی دیگه برنامه تفریحی نبود. همگی برنامه ما را می دیدن. خاموش که در ذهنشان مانده ایم و یک خاطره خوش از ما داشتیم و ما ازشان خاطره خوش داشتیم. بسیار خوب. یگانه چیزی که حالا بعضیشان می بینه میگم مسعود پیر شدی ریش سفید شدی. برایشان جالب هم تمام میشه چون 7 سال است که ما در پرده تلویزیون نیستم و وقتایی که تلویزیون اعلام کردم طبعا جوانتر بودم. حالا امیالم چی میگن از صد گلتان یک گلتان نشگفته یعنی گلشناس مسعود جان عزیز برای اینکه ما بفهم که خودت با مجیب جان چقدر نزدیک هستین و یا چقدر از یکی دیگه شناخت دارین من میخوام یک گیم با شما بازی کنم که نام گیم ما است یک دروغ و دو راست شما سه حرف میزنین که دوتاش راست میباشه و یکتاش دروغ میباشه مجیب جان مکلف هستن که تشخیص بدن که در بین از این گپایتان کدامش دروغ است انشالله که ما تلاش ما میکنم که امروز دروغ ازیر خو امروز پیدا کنم دیگه وقتا که من تون دروغ رفیقا را بفهمم خیش خودت شروع میکنی چی دخم است شما نوبت اول با شما دادیم خب ما درست یک درست سه گپ میزنین که دو تاش راست است یکیش دروغ است اینا دروغش تشخیص میکنن 40 سال هستم 4 اولاد دارم از مزار شریف است. منتها دو تاش راست گفتی دیجم. حتما یا نه؟ نه آتش. من یکی اضافه میکنم. اوکی، میشه دوباره بگوی. خب. 40 سال هستم. درسته؟ از میمن هستم. اوکی. 4 اولاد دارم. والا از میمن هستین؟ درست است؟ امی راستا زیر اول پیدا کنم باز دروغش پیدا میشه. چل سالا خو نیستین ظاهرا خو یاد جان ما زدین یا که چل سالا هم نیستین اما 4 اولاد دارن اما 4 اولاد که دارین امکان نداره که در مدت 8 سال 10 سال شما 4 اولاد شده باشین عروسی تون یادم است فقط چند سال پیش بود چند سال پیش نبود 7 سال پیش بود 7 سال پیش بود او یعنی که آره صاحب 4 اولاد شدین ببینیم خب به نظر من دروغش میاد که شما 40 سال هستین این حالا ما ببینیم کدامش راست بود. آخه نه 40 ساله نیستم. چیزی کم 40 ساله گفته میشم. 4 اولاد ندارم. یک دخترک دارم. دیگه از میمن است. خیر این دو دروغ و یک راز گفتن که بازی انجام شد. بازی انجام شد. خب از همکارای تکنیکی میخوام پرسان کنم که چقدر وقت داریم؟ وقت داریم فقط کوتاه میخوام پرسان کنم از مسعود جان که بر ما بگوین که این زمانی که از برنامه های تلویزیونی دور هستند پشت چی زیاد دق میشن؟ خب به برنامه که بودم هر روز نزدیکتر بودم با هموطنهای خود هر چیزی که میخواستم برشان بگویم میتونستم از طریق برنامه خود برشان برسانم هر پیام که داشتم بعضی وقتا خب در این وقتا میفهمی سوشل میدیا است بعضی کسا همو چیزی که میخواین بیان کنن همو چقدر فالوور که دارن به اونا گفتن میتونن لیکن بعض ما که در برنامه بودیم وقت نا وقت تشکر دل خدا میتونستیم بر آلم سلام گپ داشتی بر من زنگ بزن من میگم در برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم از مسعود جان عزیز خدافیزی میکنیم با ما باشین امروز باز هم ما کودکان نازنین فراموش نکردیم بیاین بریم به باغچه سمسم که زری جان هم مهماندار است و امروز مهمانشان معاون قماندانی امنیه خانم پلوشه تلاش امرخیل هستند ببینیم که چی حرفایی دارن سلام علیکم دوستای خوبم عیدتان مبارک من امروز میخوایم براتون یک نفر بسیار مهم و معرفی کنم ای خانم پلوشه است سلام خاله پلیس سلام زری جان عیدت مبارک تشکر خوب هستی با لباس مقبولت تبریک باشه لباست سلام به کودکانی که در باغچه هستن عیدش تبریک باشه
میفهمین ما پلیسی را زیاد خوش دارم. چطور شد که شما پلیس شدین؟ ما زری جان پلیس خو یک مسلک بسیار عزیز است و همگی دوست داره. ما به سن خودت که بودم زری جان نازنین دختر باهوش و با ذکاوت ما پلیس را دوست داشتم و خواستم که کلان شوم مکتب خود خلاص کنم و اکادمی پلیس را بخوانم تا پلیس شوم. ها چقدر خوب. من وطنا خدمت کنم و خودتان واره کودکا خدمت بکنم و این خاطر پلیس شدیم. بله بسیار خوب است. خاله پلیس، من پلیس ها را خوش دارم. به خاطر که پلیس ها به ما کمک میکنن از سرک تیر شویم. اگه کدوم وقت رای خانه ما را گم کنیم نی؟ باز ما را به خانه میرسانن. بله، این وظیفه پلیس است. خیمه چی رقم میتونیم به پلیس ها کمک کنیم؟ زری جان نازنین چقدر دختر هوشیار هستی واقعا که دوست داشتنی هستی نازنین. هم خودت هم سنفیایت هم قطارایت هر وقتی که برشان مشکل پیدا میشه در جای که شما پلیس هم میبینید در کنار سرک شما بر از خودم میرسانین و اونا با امو آن واید به موقع بر شما کمک میکنن. بسیار خوب تشکر خاله پلیس. پلیس ها دیگه چی میتونن شون؟ مدیریت خوب کرده میتونه در دفتر خود پلیس میتونه ترافیک باشه، پلیس میتونه آمر عوضه باشه، پلیس سرباز خوب میباشه، پلیس وظایفی که مربوط مسلک پلیس است همه وظایف مرد و زن پلیس پیش برده میتونه. چقدر کارا میکنن. وظیفه پلیس است زری جان نازنین که به خاطر هرچی خوش ساختن مردم به خاطر زندگی با سهولت مردم وظیفه خودش او روز پیش میبره پلیس. تشکر که درباره وظیفتون به ما بسیار چیزا گفتین. از خودت تشکر زری جان که از ما پرسان کردی دختر نازم. خداحافظتون. خداحافظ از شما زری جان قند. خداحافظ بازم میبینمتون. سپاس فراوان از زری جان و محترمه پلوشه جان. بدون شک پلیس خدمتگار جامعه است و تلاش و کوشش اینا است که ما میتونیم در روزهای عید در فضای امن زندگی کنیم و ما از والدین عزیز تقاضا میکنم که اولادایشان همیشه به تحصیل کوشش کنند تا اینکه در آینده هم ما دکترها، پلیس و یا انجینرها داشته باشیم. افراد تحصیل کرده جامعه ما خیلی زیاد ضرورت داره. کاملا همینطور است غزال جان. شهر سنتان سعی کردم یادم اومد امروز زمانی که ما فقط صدای غزال عنایت میشنیدیم، آهنگاش میشنیدیم اما هیچ وقت غزال جان ندیده بودیم. همگی کنجکاو بود که غزال کی است، چی رقم باشه. بعد کسا فکر کرد که شاید کدام جن میخوان یا یکی کدام صدای مردانه رو در کامپیوتر زنانه ساختن. حالا تکنولوژی اینا پیشرفت کرده اما پسان گفتیم شاید چیره تلویزیونی نداشته باشه. چی دلیل بود غزال جان که شما در اوایل روی پرده تلویزیون ظاهر نمیشدین؟ البته دلایل زیادی وجود داشت. یکی از دلایل شبیه بود که ما به اصطلاح کانفیدنس نداشتیم که مردم صدای ما را انتخاب میکنن یا نمیکنن و ما اولین شخصی هستم که از خانواده خود پا در عرصه هنر گذاشتیم. کم حراس داشتم که شاید قبول میشم از طرف مردم یا نمیشم و در او زمان طبیعی است خیلی مشکلات وجود داشت برای طبقه اوناس، حتی فعلا هم است برای دختر خانم ها چالشای است در صدرهایشان. بعضی چیزای خوردریزه باعث شده بود که من نمیتونم سر تا اینکه خدا آماده ساختم. باز کم کم غزال جان ظاهر شدن. یک روز نیمی رخشان دیدیم، باز یک چشمشان، باز دست پا، باز یک دفعه که ظاهر شد اما تو دیگه اما گیرید پوت کرد. خب غزال جان میخوایم که از فرصت استفاده کنم کوتاه و دیروز بازی که شما با آرزو جان نگبین انجام داده بودین حال ما امرای شما کار دارم. امرای شما این بازی رو انجام بتم. خب بازی این آن است که دو گزینه دارین و یک گزینه را باید شما انتخاب کنین. مجردی یا متحلی؟ مجردی. همراهتان هستم، موافق هستم. مجده یا سیتا قاسمی؟ میشه ایره جواب نتم بخاطر من هر دویش دوست دارم. درست است. سلمان خان یا شاروخان؟ افکر سلمان خان. کابل یا دوشنبه؟ کابل. چای یا کافی؟ چای. سیاه یا سفید؟ اردو رنگ دوست دارم. تربوز یا خربوزه؟ تربوز. خب یام انتخاب همیشه مشکل می باشد. نه تربوز به خاطر که بسیار صحی است. خب کیک یا کلچه؟ کلچه اگر شور باشه. بادام یا چارمغز؟ چارمغز. دیگه اشرف غنی یا کرزی؟ خدا خیر کنه.
اینم نمیخوایم جواب بده. خواب یا میله و چکر؟ خواب. به خدا باور کنید نگونه چیزی که من زیاد دوست دارم خواب است. بسیار عالی، جوابایتان خوب بود، جوابایتان قناعت بخش است. یک جان سپاس، تشکر. باز بعدن ایره کارشناسا تحلیل میکنن که جوابایتان چطور است. امیل ازا پردیسر دایرکتر بین خود جنگ داره، میگه پردیسر یا دایرکتر؟ خب کدامش زیاد مسئولیت زیاد داره؟ کدامش به فایده ما خودت است؟ والا چی است؟ پیش از برنامه پردیسر، این برنامه که شروع شد دایرکتر. دایرکتر، فعلا برنامه شروع شده. میتونن هر خرابی بکنن بر ما. کاملا. برنامه هم لایف است. نه، ما هر دویتان انتخاب میکنیم به خاطر که بدون یکی دیگه نمیشه. خب، یک گزینه دیگه هم باقی موند که وقفه یا ادامه؟ فعلا وقفه. پس میریم به وقفه.
به به نام خدا، نام خدا بسیار مقبول. خوش آمدی آلیا جان عزیز، صفا بودی. سلام بر شما مجید جان، عید شما تبریک، روزا و نمازتان قبول. سلامت باشین، تشکر. بچه ها امی دستمال بیارن که مش کایم پاک کنم. چرا خدا نکنه، واقعا تنهایی مشکل است. تنهایی واقعا که مشکل است. خوب عید به متنای نازنین خود تبریک میگم. سلام علیکم گران و ایوادوالو ایلکم چه تاسو طول روغ جور و خوشحال وی، اختر مو مبارک شه. دیره مننه استاد جان، مبارک شه علی جانی. مننه مجید جان، پلیدو مو ډیر زیات خوشاله سو. علیا انصاری په دې ورځ کې اتمن تاسو د دوی خبرونه او کنسرتونه د لمر او طلوع ټلویزیون لارې لیدلې دي، او د دې استعداد تاسو اتمن پیژندل دي چې ماشاءالله څومره ټول سندرې واقعا محشر برپا کړل. هغه هم په ژوندۍ بڼه زنده تونه دیدیم، واقعا محشر زنده باشه. یې استعداد تا بال کجا پنهان کرده بودیم؟ نو پیدایش کردیم. خب پنهان نبود، کجا پنهان بود که پیدایش کردیم؟ خدا میدونه بود دیگه. خب بسیار خب، یک سوال دیگه در ذهن ما برای اولین بار خطور کرد که شما را دیدم. بله. شما چطور لباسای مچینگ پوشیدین؟ آیا کردی نکردین از اول؟ خدا زنگ جان پیش شما یک نفر مونده بود که من را تعقیب کنه که من چه قسم لباس ها می پوشم، چی می کنم. ما گفتم که مجید جان از خودتی توقع رو نداشتیم. ما گفتم الگه پروستی رو نگوی آلیا با تشویش. نه او رو نمیگم، نه نه. نه او بود که آلیا جان وقتی که از میلندن حرکت میکرد از اونجا ما آهنگ کردیم که در بروز سی اومی چی میپوشیم. اما دلتان جمع باشه که ما پیران ما امرنگ لباس های آلیا جان ساختیم و رنگ پتلون ما رنگ لباس های شما هست. شما خفه نشین، هر دو طرف گرفته. آفرین مجیب جان، بسیار خوب، بسیار کار عالی کردین واقعا. بخیر باشه. نو گفتن همون لباس هایتان بسیار مقبول است. میشه بگید کجا آماده کردین؟ از افغانستان گرفتین؟ امین جا آماده کردیم، بسیار یک حیات خوب. این حیات چقدر خوشبخت بوده که لباس های شما شده. بله بله راست میگه. خب آلیا جان عزیز، ما دیدیم که شما پشتو میخوانین و دری میخوانین و حالا دیدیم که با زبان هندی هم تسلط دارین. بله. دیگه چقدر زبان های دیگر یاد دارین و ما توقع داشته باشیم که بخیر آهنگای شما رو به اون زبان ها هم بشنویم؟ خوب ما صرف میتونم که دری و پشتو هندی، ولی با دیگه زبان ها کوشش نکردیم. انشالله کوشش کنم، چرا نه. علی جان در مورد خانواده تان بر ما بگوین، چند تن هستین؟ خوب ما چهار برادر دارم، نام خدا همیشه از ما بزرگ است. والا نشد خواهی چهار برادر داره؟ خوب ببخشید دیگه آیم. دیگه خود هستم. شجاع رو ببخشید. بله. خب چهار برادر دارین سیب؟ چهار برادر، مادر جانم، خودم. خب دختر یک دانه هستین در بله. فامیلت من نوز دانم هستم. بله. غزال جان برتون بگویم که تمیم ناله برادر آلی جان هستند که اونا هم آواز بله. میخوانند. بسیار خوب، بسیار خوب. با یک شاید باور کس نبیه بخاطر که میگه آلی جان کجا و تمیم ناله کجا. چطور؟ چرا؟ ایره به چی لحاظ گفتین؟ من هم شما چی لحاظ بگفتین؟ حتما یک دلیل خدا رو پشتم بخاطر آهنگا و صداهایشان. خب یعنی صدای آلی جان من فکر میکنم از این خاطر نمیگن که آلی جان بسیار مقبول است. والا چی از تمیم نالم در جوانی به قلم مقبول بود. تشکر. بله تمیم جان برادرم است و خودم زیاد علاقه‌مند هستم. جدا از اینکه برادرم است آهنگش زیاد خوش دارم، اما آهنگاش مخصوصا دخترک جگی جگی گل است. من میگم شوخ هم است به این خاطر نگذرم راه شوخی کردم که بله سلام برش. بسیار عالی. خب آلیا جان عزیز بسیار خوشحال شدیم که دعوت ما رو پذیرفتی و به برنامه ما آمدی. یک سوال آخری از پیشان پرسان میکردم که در روزهای عید بله. چی تصمیم داری که چی کارهای دیگه انجام بدی به غیر از اینکه در برنامه ماست؟ چی تصمیم دارم؟ میشه خلاص بگین به خاطر که وقت با بسیار کم است. چون همگی دختر خانم ها آمادگی به میگیرن که لباس هایشون مقبول باشه و میکاپشون خوب باشه. ما هم زیاد توجه و فوکس سر از همین چیزا میذاریم. بسیار عالی، تشکر قربانتان. یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره خدمتتان قرار میگیریم. تازه با ما پیوستن، شما بیننده برنامه ویژه زیر چتر عید هستین و در این قسمت برنامه یک مهمان بسیار عزیز با خود داریم، یک دختر خانمی را که معلول هستن و از هر دو دست و پا معیوب هستن، ولی معلولیت را ناتوانی حس نمی کنن و یا قبول نمی کنن و با این باور هستن که هر کار را می توانن انجام بتن و با دهن خود نقاشی می کنن. خوش آمدین روبابا جان عزیز. ثابت ساختن اینجا کاملا کاملا. سلام به شما و سلام به بیننده های عزیز ما. انشالله که عید خوب و خوشی را داشته باشن کنار فامیل و خانواده خود. سلامت باشین. اول که ما میخواییم برشک آفرینی بودم. آفرین روبابا جان، واقعا من در مورد شنیده بودم و نقاشی ها و یایتم
روی سایت‌های اجتماعی دیده بودم. ماشاءالله شما واقعاً یک هنرمند و نقاش بسیار خوب شدین. چطور نقاشی رو یاد گرفتین؟ خب راستش ما پیش خود تمرین کردیم، واقعا بدون استاد خیلی مشکل است. ما بدون استاد شروع کرده بودم که برای دختر خانم خیلی مشکل است که کسی راهنمایی نکنه، خصوصا درباره نقاشی. اینقدر که نقاشی سخت است به نظر من که هیچ سخت نیست و ما واقعا خیلی مشکلات سپری کردم تا بتونم پیشرفت کنم، ترقی کنم. من نخواستم که دست بالای دست بگذارم که من نمیتونم، چون ما معیوب هستم و نه خیر. این اصلا به نظر من معلولیت میگه محدودیت نیست. نباید ما زیر دست بشینیم. ما باید حتی دست میگن که خانمای افغان حتی دست و پاش با زنجیر هم بسته باشه، با چنگ زدن هم باید کاری کند. روبابا جان چطور امی ابزار نقاشی رو شما حرکت میتین؟ پنسل که بگیریم مجبور هستم هر بار هر خطی که بکشم قسم سر خود تکان بتم و کار کنم. و خصوصا درباره پردازش باید خوب تست کار کنیم و خصوصا وقتی یک اثری باشه که عجله داشته باشیم باید زودتر خلاص شود، باید خیلی کار کنیم. یعنی حتی سردرد هم میشیم چون تو سرم تکان تکان میتم، خیلی مشکل است. آفرینتان. میشه ربابی عزیز بگوین که به چی تعداد آثار دارین شما و تا حال کدام نمایش گاهی داشتین از نقاشیتان؟ خب راستش من امی در حدود 100 اثر دارم، شایدم از او بیشتر داشته باشم. یعنی از او وقت که بدون استاد شروع کردم با استاد همیشان 100 اثر میشه. و یک نمایشگاه در بامیان داشتم، اولین نمایشگاهی بود که در جشنواره راه ابریشم رفته بودم. و یک نمایشگاه دیگه هم در کابل داشتم، در دانشگاه کابل. و یک نمایشگاه دیگه میخوام بعد از این بگیرم برای نفرهای دولتی. و یک نمایشگاه دیگه شاید در کانادا داشته باشیم بزودی. بابا جان وقت ما خیلی زیاد کم است، ما فقط میخوایم برای دوستان این مورد بگویم که امی لحظه شما تابلوی نقاشی که اینجا روی استیج زیر چتری میبینن، این هم از جمله آثار و کارهای ربابا جان محمدی است و واقعا ربابا یک دختر مستعد است. بسیاری کسایی که سالم هستند برابر 1% ربابا هم نمیتونه که همتش ندارن واقعا. این اثرم خیلی معنای خاصی داره که میبینین یک دختر خانومی هستن که زحمت کشیدن و بوجید پشتش هستن، یعنی گدایی میکنن. خانواده هایی هستن که دخترهایشان هم میخواین که گدایی کنن و نمیمونن که مکتب برن، نمیمونن که رویا طرف رویای خود برن، رویای خود دنبال کنن، آرزوهای خود برآورده کنن. تشکر سپ. تشکر از شما. سلام باشین. از ربابا جان محمدی بسیار زیاد تشکر میکنیم. برزنا عید خوش میخواییم و دکارایشن برشان بیشتر مفقد میخواییم. واقعا شما بر همه ما یک نمونه بسیار خوب هستین، از اینکه هر کس میتونه در هر حالتی که باشه تلاش کنه و یک هنرمند باشه و یک انسان مفید باشه برای جامعه و برای خودش. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. خب دوستا برنامه آخر زیر چتر عید بود. تشکر میکنم از همراهی شما و سپاس میکنم از حمایت کنندگان مالی برنامه اتک انرژی و اچ بی. خب اما حال ناگزیر هستیم که با غزال نهایت هم خداحافظی بکنیم. از غزال جان هم بسیار تشکر میکنم از اینکه در زیر چتری با ما همراهی کردن و برنامه امشب زیر چتری با یکی از اجراهای جانانه و زیبای غزال عنایت به پایان میرسانیم. تشکر و همیشه برتون دعا میکنیم هر جا که باشین خوش و آرام باشین و همتون موفق و موفق. سلامت باشین مجیب عزیز. ما هم به عنوان آخرین حرفای خود میخوایم بگویم که خیلی خوشحال هستم، تجربه خیلی خوب داشتم با شما گردانندگی کردم. امیدوار هستم که همکاری ما همچنان ادامه داشته باشه با خودت، با تلویزیون طلو و به می گونه در خدمت هموطن عزیز خود قرار بگیریم و هنرنمایی کنیم. شما و ای هم اجرای زیبای آوازخوان پرآوازی کشور، گرداننده خوب غزال جان عنایت. تشکر. گفتم دل بی قرار دارم چی کنم،
جانه